بسم الله الرحمن الرحیم، ما شما همون پروژه سابقه خود رو باز میکنیم. در ما شما تا قسمت ویو اینا رو کار کردیم. خب امروز میم انواع از بایی بلد میشیم که ما مقطع های خودمون مقطع دیزاین میکنیم یا مقطع ساختگی شده استیل را اونا که ساختگی در استیل ما شما مقطع ها را چک میکنیم نه در و در و در چی کس کانکریت کس ما شما مقطع ها دیزاین میکنیم. حالا چی چک کنیم چی دیزاین کنیم میریم در قسمت دیفاین. حالا چیز مواد باشه معرفی مواد که در قسمت معرفی مواد ما شما این مقدار حرفای گفتیم چی کالم و بیم باشه یعنی سیکشن ها باشه چی سلب باشه و سلب باشه دیگ باشه. خب وال همون سلب است، سلب هم موال یک چیز ارتش فقط نامش دیوار چون هدفش دیوار برشیه دیوار های آهن کانکریتی دیوار برشی. خب و سلب همو دیوار دیوار های که بسرات. خب و دیک هر دوی از اینا چی وال چی سلب هر دویش باره های دو طرفه دارن سلب باره ها ولی دیک هست باره های یک طرفه دارن. خب کل زنا ما اگر مثلا باری زلزله و چیزا رو بخوایم که تنظیم کنیم خودم اینجا در ابتدا ما شما از ساختن اول نخوا میریم باز هم خیر است مواد تعریف میکنیم متریال بالا از یک کلیک میکنیم. حالا چی مواد باشد برای ما شما فعلا خو سه تا مواد تعریف شدگی هست داری در قسمت اول کانکریت هست که کانکریت RCC یعنی سیخ سیخ و کانکریت هم این منظور از یه و دومش هست آدر. مثلا با اگزمان چوب استفاده میکنیم اگزمان مواد پلاستیک هست چیزا میتونه از این قسمت تعریف کنیم و میتونه چی باشد آهنی باشد فقط تنها بر استیل باشد. خب چی کدامش تقریب میریم مثلا کانکریت آیا اضافه میکنیم یا یک کلمه تقریب میریم. اگر اضافه کردیم خب اضافه یک مقدار مشکلاتیه که ما رو گیج میسازد کدامش میشه که ما شما نو اد کنیم نام جدید ولی اد کلیک میکنیم چی باشد. خب نام برای قسمت برش میتیم حالا فرض میکنم اون کانکریت که ما قبلا یک مقدار خب کانکریت یا مثلا نه نام جدید جور نمیکنیم اینمی سابقه رو میخواییم که تقرار بریم ایدیت مودیفای میگیریم. خب در یک قسمت ما گفتیم حالا چند طبقه باشد مقاومت FY چقدر باشد اینه گرید 60 باشد. خب گفتیم گرید 50 مثلا این قسمت این مواده ای طرف شما گفتیم وزنش مس و ویدش وزن اینا رو به اساس کیلوگرام اینا رو در چی داشته باشد در گفته ای رو نکه در آین نامه داریم یادم و کتاب ها داریم به اساس کتاب های اینجا درک میکنیم کلشان در کتاب ها هستن و مثلا پاوسن ریشیو که گفتیم یعنی 0.2 در نظر گفته میشه و حرارت 5.5 در 2.6 یعنی خود سافت انتخاب میکنن در فقط تنها چیزی که ما شما تغییرات میاریم در این دیگه این وزنه ها را مثلا اگر ما مواد کمتر استفاده میکنیم مثل که در اینجا آمدیم میریم در مثلا در کتاب ها در در اینجا هم وزنه ها رو داشتیم وزنه های مارک های کانکریت و سنگ مارک های کانکریت خالی و نالی دیگه خواهد
زینم این چیز منم احجام داشتم حجمه ها برآورد حجمی احجام برآورد حجمی فکرم در آخر بساسی وزنه ها رو ماده قسمت دارم وزن احجام وزن حجمی کم کلانتر کنیم هر نوع موادی که ما بخوایم استفاده کنیم وزنه هایش این قسمت هست مثلا زیاد اینا به اساس کیلوگرم پی متر مکعب هست وزن زنم خب اینا رو شما میفهم منتها فعلا از هر کدام از این نوع موادی که ما استفاده میکنیم وزن زیادی قسمت میگیریم یا از کدام موادی که این طرف داریم از این وزن زیر گرفته در اونجا استفاده هم میکنم باید خب فعلا مثلا ما شما دیوار سنگ های طبیعی غیر منظم 2400 کیلوگرم فی متر مکعب دیوار سنگی ارجان و سخت مرمر دیوار خب بعد از اون میم در قسمت پایین آهن کانکریت بدون تیپیک به اساس 2000 و آهن کانکریت بدون خب با تیپیک با جغلای گرانیتیک مثلا ما شما در ساختمان استفاده میکنیم آهن کانکریت بدون تیپیک با جغلای گرانیتیک فرق معمولا 2400-2500 ازش گرفته میشه کنیم 2500 خب نمیم او وزن هست ویت هست که ما شما در این قسمت نمیم زمانی که اینجا میبینیم ویت هست ویت پر یونیت ولی حالا زمانی که ما این قسمت را فعلا 1.6 هست ما میخواییم واقعا چیز رو که میخواییم دمون جمع وزن ما کیلوگرم پی متر مکعب بود پس ما از اینجا کیلوگرم متر انتخاب میکنم واحد را زمانی که انتخاب کردیم پس میم در قسمت دیفاین متریال و حالا مودیفای این خودش هست 2400 حالا میخواییم کم زیادتر کنیم 2500 میتونیم تا میبینیم خود صافتم دقیقا همون چیز نزدیک به حقیقت انتخاب میکنم خب و مس کتلیزو کتله فی واحد حجم کتله فی واحد حجم یعنی می وزن 240 مثلا 2000-2400 قسمت ها وزن خود چی رو ما شما داریم خب مس پر یونیت ولی 240-2000-2400-2450 انتخاب میشه که 244 اشاره گرفته خب و میتونیم یک تقرار بریم نشته که مالا 2500 هم وزن را چون همون داشتم که با جغلا 2500 خب مثلا 250 میگیرم و این رو اوکی میکنیم این رو اوکی میکنیم پس کجا رو میخواستم تقرار بریم بیشتر تقرار نورد مال مجموع در قسمت دیفاین این نمیم چرا ایفی وای را در اون روز در کتاب ما شما دیدیم که مثلا 4200 حالا هست 4200 و اینقدر نزدیک به مدیکسی چون فعلا به اساس متر است خب ما شما حاله اگه به اساس سانتی متر بگیریم این تو معنا داره که یک سانتی متر مربع سیخ خب اول نمی واحد تبدیل که بفهمیم این واحد را کیلوگرم سانتی متر میگیریم بازم از یک قسمت این را میتونم از اون جمع تقرارات بریم مودیفای این هم این 4200 این چی معنا داره؟ یعنی سیخ ما شما این FY هست مقاومت سیخ در حالت نهایی خب 4200 کیلوگرم را هر سانتی متر مربع سیخ میتونه مقاومت کنه و دوم به FYS هست اینی سیخ گجنمک و اینی سیخ های اصلی است البته سیخ های اصلی طولی کنده بطن باشه این هست پس ما یک مقدار کم تر سیخ های محاسبی بله سیخ های محاسبی طولی خب این کم ما کمتر میگیریم مثلا 4000 میگیریم میتونیم 4000 بگیریم 4000 خب این سیخای گجنمک مثلا 3800 میتونیم بگیریم یعنی یک کم مقاومت شما پایین تر میگیریم تا که سیخ کم زیادتر بوده تا مقاومت بیشتر برای ساختمان خب خوبتر است خب آله ما شما قیمت داده میتونیم ما امور از لحاظ پس بریم به اساس کیلوگرم انج یا پاوند انج اساس یا ال بی انج انتخاب کنیم پس اگر ال بی انج انتخاب کنیم پس بریم گرید 60 چیزا رو ما خوبتر میشناسیم
پسند میشه گریدی 60 نه گریدی 50 تقریبا 56 شد. خب فعلا ال وی اینچ انتخاب کردیم، حالا کیلو پاوند پی اینچ که انتخاب کنیم خوبتر است. یعنی کیلو کیلو پس من خوبتر که این گریدی 60 تو میناشی گریدیش فعلا 56 انتخاب کردیم، نزدیک به 60. آره نزدیک به 60، یعنی کم پایین تر میگیم دیگه 54. خب این مواد ما شما تعریف شد، فعلا ایزوتروپیک و اورتوتروپیک مشخصات بسیار زیادتر کار داره. خب فعلا ما شما از ایزوتروپیک استفاده میکنیم کافیه، این رو اوکی میدیم. خب مواد تعریف شد. خب البته برای این ساختمانی که ما قبلا کار کردیم فقط مواد تعریف کردیم، ولی بالای از این اساین نکردیم، بالای از این بخواییم تطبیق شد، فقط مواد تعریف کردیم، بالای از این تطبیق نشد. زمانی که اساین کردیم این مینوی اساین داریم، هر در هر جایی که تغییرات میریم اونمون انتخاب میکنیم اصلا، و یک کار بعدی ما شماست. خب فعلا میم چیزی که کار داریم، حالا یک مقطع کار نداریم، در مثلا ساختمان ده طبقه است، پایین کالم ها کم زیاد است، آهسته است طبقه های بالا میره، کالم ها کم شده میره، مقطعش خرد شده میره. معمولا مثلا بیم ها تغییرات کمتر میره، کمتر میشه تغییرات، چند نو بیم کافیه، ولی کالم ها باید دو تا یا سه نو کالم باشه. پس ما شما میبینید فریم سیکشن زمانی که اینجا آمدیم، این اینجا مقطعی که قبلا ما شما خب قبلا خود سافت انتخاب کرده آمده اینجا، ولی ما شما اگر خود ما جور کنیم هم خب خود ما میتونیم جور کنیم، میشه از این بگیریم، میشه از این چند بگیریم. فعلا این مقطع چی است؟ مقطع آهن استیل است، آهن است. مثلا ایچ زمانی که ما شما در کتاب های استیل بریم، اینا مکمل و مشخصات چنج نشته است، ما در یک ساختمان استفاده میکنیم از این فاز میکنیم. خب من یک نقشه نو میگیرم یا این قسمت میذارم میرم یک نو جدید بگیرم میذارم میرم سیل کنم میرم میرم پاپ میگیرم قسمت را دیلیت میکنم. اینم اینجا میخوایم یک این زمین مقطع ها رسم کنیم، پس می در بیم یا در بیم کلیک میکنیم، از اینجا کلیک میکنیم، انواع از بیم ها وجود داره. ایچ مثلا ایچ پی یک انتخاب میکنیم، زمانی که بالای از کلیک میکنیم تا به اینجا در اینجا بیرون کلیک میکنیم، خب اینجا بیرون کلیک میکنیم، پس سیر کلان میکنیم، اول میریم سلک میکنیم، یعنی تفاوت داره ایچ ها هست و استیل هم ما شما یه کلام میکنیم مختار به این شکل دیده میشه، و یه به صورت ایزومیتری دا تغییرات میدیم 3D که نمونه طبقه بود اینجا کلیک میکنیم، ما شما بگذارم این طبقه چهار زیر در پلان به طرز این را تیره دی میگیریم، اینی را پلان میگیریم، طبقه چهار زیر اما طبقه چهار زیر را پاک میگیریم، اینه میجر هست خوب در هست دان دیده هم میشه که اونیز. خب هیچ پی اگر اینی قسمت هست میگیریم و بس کافیه، اینی میرون خیلی ببینیم و این را کنسل اینجای دیگه کلیک شد. خب و این را آبجیکت فیل میگیره اپلای تو آل ویندو اکسوشن بالای زی تطبیق شد، بالای زی باید بگیریم. خب خیلی است، این را انتخاب میکنیم، یک دیلیت میگیریم، پس خود جور میکنن. خب این را کلان میکنیم که باید واقعا مقطع ازمو چیز است یا نیست. خب اینا نه ایر موش ما 3D کنیم، 3D کنیم، اینی کنید است من کلان کنیم که آیا واقعا ما این شکل است آن گادرهایی که ما شما داریم. خب فعلا اگه برای زنیمی کالم ما شما گادرهای استفاده میکنیم میتونیم کنیم آیل شکل است و شکل است آره یا آیل شکل هم میده. خب بنال میریم که چند نو داریم، پس اونا را میتونیم که انواع مختار. پس میم در define و frame section. حالا در اینجا ما شما
فعلا انواع هست، چون این زمان که درست دادیم اینا اضافه شده. خب میتونیم اینا رو دلیت کنیم، این رو کار نداریم دلیت کنیم، ولی چرا اون یک دانش از دلیت میبرن اونو چرا که ما رسم کنیم؟ زمان که ما رسم کنیم و یا استفاده کنیم از اون دیگه او دلیت نمیشه. خب آره همین از کجا اینا رو اضافه میکنیم؟ میریم یک نقشه نو میگیریم، در نقشه نو یعنی نو یعنی هر چی کس این میره قبول میکنیم، میگیم که اوکی همون چهار طبقه با خود مشخصاتی داره قبول میکنیم. آن زمان که ما این در قسمت فریم سیکشن بریم فقط تنها یک نمونه داریم دیگه نداریم. پس ما از کجا این اضافه کنیم؟ خب اینجا داریم که کلیک تو، یک اینجا داریم امپورت وایت فلنج و دیگهش اد وایت فلنج. در امپورت معمولا زیادتر مقاطع استیلی استفاده میشه برای امپورت یا اضافه کردن. پس ما اید نداریم، تازه نقشه وارد میکنم. هر نوع که شما خواسته باشین، اینه چینل میخواین، تی میخواین، انگل میخواین. انگل همی من هم بازاریش زیاد نمیفهم، دبل انگل داریم. نام زیادتر در اینجا افغانستان هم این نمای اصلیش استفاده میشه. پایپ داریم، رکتنگل داریم که مثلا در رکتنگل چهار سولی هست مستطیل آینا مستطیل شکل دارم. خب مثلا وایت فلنج همی ایچ که فیلن راست بیشتر رسم کردیم چینل هر کلام زیر. پس ما شما اگر اضافه کنیم بالای زی کلیک میکنیم الان برای ما شما باز میشه. خب این در کجا قرار داره؟ ما شما میریم در این در کجاست؟ در جایی که سافت در اونجا چه شده؟ اینستال شده. میریم در سی و در قسمت پروگرام و در قسمتی که باید خود سافت باید پیدا کنیم. در داخل پروگرام این در قسمت پروگرام این فیوچر کجا باید باشن؟ پروگرام کامپیوتر این استرکچر این ایتمز در این در گزینه کامپیوتر این استرکچر و ایتمز نو در این قسمت این مقاطع زیاد اینجا هست که ما میخواییم اضافه کنیم. آیا کدام از اینا رو میخواییم اضافه کنیم؟ مثلا ایسای انترنت سیستم و کانام هست نه بسوط پرو پرو از اینی که پسوند های پرو میتونیم در اینجا اضافه کنیم در این قسمت. در اینجا پروفیشنال هست در خب زیادتر مقاطعی که استفاده میشه حالا مربوط به این میشه که از کدام کشور ما شما وارد میکنه. هر کشور برای خود داره. این اینجا ایرو اروپا ایرو. خب انواع از مقاطع اینجا داریم. اگر شما سیستم مثلا ما شما سیستم آمریکایی استفاده میکنیم از این سیستم انتخاب میکنیم به ما از اوکی کنیم این مقاطعی برای ما شما آمد. تمام مشخصاتش مقاطع آمده میدم کتابایش هم هست میدیم. پس ما هر کدام از که میخواییم با کلیک کردن و درک بالا ویزو میتونیم اون اضافه کنیم. خب حالا کدام از این میخواییم اضافه کنیم؟ فرض میکنیم که ما از داخل از این مثلا این یکی رو میخواییم اضافه کنیم حالا میخواییم دانه دانه پس مثل قبلی کنترل رو گرفته فرض میکنیم ام شکل ده و دیگه از داخل از این مثلا دبلیو شکل ده کنترل گرفته با چپ کلیک کردن با چپ کلیک کردن نرمال میتونیم اضافه کنیم. ماوز رو چپ کلیک کردن اینا رو انتخاب کردیم میتونیم این قسمت انتخاب اوکی میکنیم. اوکی کردیم اینا رو مقاطع اینجا آمد اما این که ما انتخاب کردیم کلشان ولی ادیت نمیشه. ببین مقطع کانکریت قبلا ما اضافه میکردیم به حیث مثال میکنم اونا کار کردم اینی قسمتایش قسمت محور سیومیش یعنی محور سیومی کجا هست؟ در عرض گادر. محور دومی کجاست؟ در طول گادر، در ارتفاع گادر. ارتفاع گادر پس این خودش مشخصات برای ما میگه. خب outside height 44 است به اساس چی؟ انچست در اینجا ما میتونم مثلا تو میتونم بگیم آره و ارتفاعش نصف ارتفاع نصف ارتفاعش 16 هست. خب و قسمت فلنجش مثلا کل مشخصاتش نیدی داده شده ما میتونیم و سیت پروپرتیز بالای زی تمام مثلا ترژنش که چی مقدار و مومنتایش تمام چیزش محاسبه شده هیچ کدامش قابل تغییر نیست. چرا؟ گفتیم که ما شما در قسمت اول هم گفتیم که استیل فقط چک میشن در ساختمان میندازیم باز
توسط تبس مواسم بارهار میدانیم بعدا بارهار کنداختیم و از اون میفهمیم که آیا این می کار میتنه. اگر کار داد خوب است، اگر کار نداد تبدیل میکنیم دیگه، قوی تر رسائن میکنیم دیگه، اگر ضعیف باشه کم میسازیم. خب حالا هر مقطعی که ما شما بخوایم اون مشخصات رو ببینیم، بالاش کلیک میکنیم، مشخصات این قسمت است. تمام چیزه. خب بله، و قسمت سید موتیفای باز هم معلومات درباره زی هست که در اینجا معلومات درباره مثلا امو ضریب حرارتی هست، ترک خورده ای است که معمولا در استیل ضریب ترک خورده ای در نظر گرفته نمیشه، ولی در کانکریت ضریب ترک خورده ای گرفته میشه، بعدا ما شما کار میکنم. خب فعلا که چطور مقاطع استیلی را اضافه کردیم، چون قبلا نداشتیم، میرم از اینجا اوکی میکنیم، همون مقاطعی که کار داشتیم و به صورت وایت فلنج بود اوکی میکنیم. حالا اینجا برن که اینجا کلیک کنید همون مقاطع رو دارید، هر کدامش بخواید. یک نان هم دارم اینی که نداشتم، پس اینی مقطع رو میخواییم رسم کنیم، اینه همین جی که میخواییم رسم کنیم، باید کلیک کردن رسم شد. خب میخواییم ببینیم آیا واقعت است یا نه، پس دیر 3D میکنیم و میریم در قسمت ایرا اکستروشن اوبجکت فیل و اوکی میکنیم. خب نگرفت، یک بار میره یک دلیت میکنیم، بازو کنترل زد میکنیم، ببینیم کلاپس. خب این این نظر و یا در رفرش هم کار نمیکنه، اگر ما رفرش هم میگیریم بعض وقتا اینی یک چل هم بود چی شد؟ چل هم بود؟ یک دفعه دلیت؟ آره یک دفعه پس دوباره کنترل زد کنیم، نمو چیزا پس میاد میشه کنونه کنترل زد. خب چل هم بود نیست؟ نه بعض وقتا گم میشه اینجا نمیاد، آم میتونیم بیرم دوباره رسم کنیم. خب پس در پلان میریم که میریم بالا رو ببینیم. خب رسم کردیم، پس دیدیم دیگه که میتونیم مقاطع به شکل اضافه کنیم. این بود از استیلی. خب اگر ما بریم مقاطع دیگر رو در اینجا اضافه کنیم، باز هم فریم سیکشن. خب به اینجا داریم که چینل ها، چینل هم داریم، این انواعی از چینل ها در اینجا داریم. سی ها چنل ها هست، ام ها، ام شکل ها هستن که در اینجا. خب سی کلشان چنل هست، کدام از این چنل ها رو اضافه میکنه، پس انتخاب کنین چنل رو اضافه کنین. خب یعنی چنل تمام مشخصاش اینجا وجود دارم، پس این رو اوکی میکنیم. سی که اینجا آمده رسم کنین، بله رسم میکنین، حالا انتخاب کنین و ما از این اینجا کلیک کردین سی رو بگیرین، چنل خودش میکنم. خب بیر انتخاب میکنین، اینجا رسم میکنم هر کجا کار داشتیم. خب آیا واقعا چینل هست یا نه، در 3D میره، ما شما از بالا میبینیم، یعنی میره کلان میکنم که مقطع زیر باش اینیش دلیت کنیم، اینی رو دلیت کنیم و اینی رو کلان کنیم، اینی چینل یک طرف هست، حالت چینل هستیشن. خب پس مقاطع دیگه یک میخواییم اینجا اضافه کنیم، باز هم در فریم سیکشن و این بار میخواییم که تی شکل ها رو اضافه کنیم. تی شکل ها چی هست؟ یعنی در قسمت اینه ایس شکل، تی شکل باز پیدا میکنم. آره اینجا وجود داره دبلیو تی انوای، تقریبا کلشان رو میشامل زمین تی ها هستن که ما میتونیم از اینجا اضافه کنیم، قبلا هم اضافه اینو تی شکل ها اینجا هست، این وی شکل. خب ایره ما شما اوکی میکنیم، حالا ایره ما اوکی میکنیم، میتونیم امون اینجا کلیک کردم نامش پیدا کنیم. خب و رسم بعد از او بازم فریم سیکشن نوی دیگهش هست، انگل ها. انگل ها مثل خب انگل ها معلوم دارست، این انواع انگل ها هست، ال ایره اوکی میکنیم، یعنی ال شکلش هست، اوکی میکنیم، ایرام اوکی میکنیم، زمان میخواییم رسم کنیم، بالا زیر کلیک کردم و اینجا کلیک میکنیم، ایل فشار میکنیم، اونمو یک دونه. اما اگر چند دونه باشد باز ایل فشار میدین، دستی از ایل ها انگل ها اضافه میشه، فعلا یک دونه دارم، ایل که بزنیم میه. خب اینجا میتونیم رسمش کنیم، میریزیم تا اینجا بیرون رسم کنیم. خب ایرام ما شما میم و از این قسمت اپلای تو آل ویندو، بالای زیر تطبیق شد، بالای زیر تطبیق شد، این میبین مقطع شکل واقعا نمود چیز هست، انگل شکل یا نه. خب
طرفش معلوم نمیشه، اینی رو دیلیت میکنیم این طرفش معلوم شد. این قسمت هست خیشت خیلی نمی بینیم که مقطع انگلیه زاویه. آره اینی خب این بود از این. پس ما شما در دیفاین فریم سیکشن و انواع از این پایپ ها را میتونیم اضافه کنیم، رکتنگل میتونیم اضافه کنیم بالای از این رو ما شما باید خود ما جور کنیم این قسمت را که بعدا کار ما شما این را از قسمت اد اضافه میکنیم. خب چینل ها را میتونیم اضافه کنیم، فعلا نیستم ما خود ما جور میکنیم. چیزایی که نداشت بیشتر ببر ما شما چه میکنیم. خب شاید این را نداشته باشه. در قسمت بعدیش هست که اینجا دوم اد و یک نمونش ما شما ساختیم که رکتنگل بود. حالا پایپ ها را میتونیم ما شما بسازیم، دبل انگل ها را میتونیم بسازیم و خب رکتنگل ما شما میم روی زمین که مثلا ما اگر پروژه میسازیم خود ما مقطع ها خود ما جور کنیم. حالا از او اوکی میکنیم. پس میم در قسمت فریم سیکشن. حالا از اینجا میم زیادتر مقاطع ما شما رکتنگل یا چارزونی هست که قبلا به این آشنایی داریم. خب و خوب هست که اگر به اساس اینج فهمیدیم به اساس اینج میگیریم، اگر به اساس اینج نبود این قسمت میگیم ما شما به اساس سانتیمیتر ما شما میگیریم. فعلا خوبتر هست آره این ما تیز کار میکنیم چون قبلا کار کردیم. خب حالا میگیم ریکتنگل را انتخاب کرده، این ریکتنگل چی شد؟ پایپ انتخاب شد. کنسل ریکتنگل. خب اوکی میکنیم. حالا نامش ما شما میخواییم، خوب است که نام زیر آله ما شما هر کار فعلا چی جور میدیم؟ کالم یا که گاردر یا بیم هم کالم آن جور کنیم. مثلا کالم سی کافی است که یک سی نشته کنیم کالم. خب سی سی اول پایین ترین طبقه را جور میکنیم. فرض میکنیم سی سی چهل در چهل. خوب است که نام خودش نشته کنیم چیل در چیل مقتش. آیا چی هست؟ کانکریت. کانکریت سیخ هم داره. خب دیگه مشخصات زی میخواین اضافه کنید؟ بله باید رینفرسمنت کلیک میکنید. چی هست؟ کالم هست. اینا رو باش مشخصات چی میفهمیم دیگه؟ کالم کالم هست. آیا گجد و مکاش قط هست یا که سرکل هست؟ بگیم قط هست. تای خود زی فلان رکتنگل بود، تای فعال هست. اسپرال فعال نیست، اسپرال همون گفتیم مقاطعی. خب کور از این کورش و ما پوش از این چقدر؟ 11 گرفته. ما شما مثلا 10 درصدش میگیریم. خب 40 در 40 گرفتیم فرض میکنیم یا 4 یا 4 شده 5 نظر به زیادتر به چی هم باید ما شما مراجعه کنیم به کتابایی که مطمئنیم. خب و نمبر آف بارز هم کمترین سیخی که در عرض طرف دومی سومی مفتر در عرض گادر نصف عرض گادر خود در عرض گادر و مقدار کمترین سیخ که در طول گادر مفتر. بگیم سه دانه، سه دانه کمتر از سه دانه نباشه. حالا دو دانه چون بارمه بلایزی. خب در بار سایز در اینجا بار سایز شماره هم داریم. چند نوع شماره اینجا داریم که قبلا فقط یک معرفی کردم که در این قسمت ما سیخ مندازیم. حالا چند نوع داریم به سیستم ام؟ اگر به سیستم ام بود CM, 40M یا شماره فعلا در افغانستان مثلا میگن 14 نمبر، 16 نمبر، 12 نمبر از هر کدام شما انتخاب کرد قدرش بزرگ قدرش بزرگ 14 16 تا 18 20 فرض میکنیم 16 انتخاب میکنیم که معمولا در اینجاست. نوعی دیگه هم سیخ داریم N نمبره که میگن نمبر 20، نمبر 16، نمبر 28، نمبر 32 تا نمبر 36 اینجا وجود دارد. خب امروز خطر هم در حساب نمبر آره اساس نمبر ما داریم نه خود اونج تبدیلات شما زیر ما شما در کانکریت خوندیم دیگه. پس ما انتخاب میکنیم فرض میکنیم میگیم که 16 باشه. خب در اینجا داریم بار سایز و اینجا کارنر بار سایز. یکی در بار سایز اونمو سیخ های هست که در وسط هر دو گوش قرار میگیره، در وسط ها در وسط ها قرار میگیره اینجا بنا و اینی در کارنر در کنج ها. در کنج ها چی سیخ قرار بگیره؟ کنج ها معمولا دبلتر قرار میگیره در وسط ها. فرض میکنیم حالا ما اساس شماره شماره 20 را بر کنج ها میگیرم، شماره 16 را بر وسط هایش میگیرم. خب آیا چک شما یا دیزاین شما؟ میگیم نه دیزاین شما. خب اوکی میگیرم این حالی بر ما
معلوم شد. ببینید که وسط ها شماره 16 و در اطراف شماره 20 هم ببینید کمه کلانتر ما آدم بشه نسبت باز. خب این یک مختر ما گرفته اما صاف هم بخورد معلوم آره ولی آیا 45 فیلن دید همون مختر رو عوض نکردیم نامش دادیم 40 در 40 اینه 40 در 40 اینجا کلیک کنه 40 در 40 برای ما شد بخیم را بیانم یعنی اینجا دادیم برش. خب این رو اوکی میکنیم و این رو از اینجا اوکی میکنیم یک مقطع 40 در 40 30 40 در 40 مضافه شد نالا به کالم ما میخواییم رسم کنیم من در کجا در پلان بریم اوکی میکنیم یعنی پلان کالم بمش بالا کالم کلیک کنیم یعنی 30 40 در 40 همینجا آمده غیر از اگر اینجا نبود میتونیم پیداش کنیم 30 40 در 40 پس اگر بخوایم رسم کنیم اینجا رسم کنیم 30 40 در 40 رسم خب پس میخوایم که یک مقطع دیگه هم داشته باشیم مقطع خب امیر روی پروژه قبلی خود کار میکردیم خوبتر بود من میرم روی اوپین اونو مور باز میکنم قبلی چون خوبتر کار کرده بودیم و ایرم و اینچ است همین واحد خود تبدیل کنیم آره که سانتیمیتر خوب است تکرار هم شما برشو کیلوگرام سانتیمیتر و از اینجا اونجا از خیلی رام نخوی صبح زود تغییر میه آره واحد تبدیل نکنه چیز دیگه جو تغییرات میه آره خب رایم رکتنگولا و ایرم چل در چل میگیریم یک مقطع چل میشه امیر 60 در مثلا 25 بگیریم فقط مقاطع اینجا 25 در 30 بگیریم 50 در 30 میتونیم اینو بگیریم خب خب به خاطر از اینکه میخوایم اونم قبلی رو کار کنیم پس ما شما 30 نامش میمونه خب ما کار میکنم شما نظر به ضرورت فعلا بعدا شما نظر به نیاز خود تغییرات بیارید و از اینجا هم رینفورسمنت و کورش هم 5 میگیرم 4 میگیرم کورش هم 5 خب بیاید به 4 چیز تقسیم وای هم شده آره دیگه خب نه کور از این کور پوش کور دیگه من نه کانکریت محافظت کنه محافظت ای بر دینی مسانتی کم نباشه دیگه دینی مسانتی بالا باشه و اونجا باز به اساس در قایونامه ها یا مثلا کتاب ها گفته شده ما شما که باید چقدر بگیریم معمولا 10% خوبتر هم 10% حالا چیل است 10% چیل 4 خوبتر است پس میخوام خب ما به اساس دی این رو 16 گرفته بودیم و به اساس قطر و این هم 20 میگیریم یا 24 میگیریم که تفاوت چی کمی بفهم چک شد اوکی اینه میبینیم اطراف کارونا رو ها کلانتر است وسطاش پورتر است رو اوکی میکنیم برم اوکی میکنیم حالا اینجا یک زمان که در کالم بریم اینجا کلیک میکنیم کالم غیر فعال است در پلان میریم این حال کالم فعال شد اینجا کلیک کنیم آن سی چیل در چیل خب اگر استفاده کنیم هر جا کلیک کنیم اون اون سیل چیل در چیل برای شما رسم میشه چون بعدا کار داریم دیگر استفاده میکنیم خب حالا واقعا هست سی در چیل باید اضافه شد خب یک مقطع دیگه هم اضافه میکنیم باز هم رکتنگولار مثلا این بار باز هم نوع کانکریت باشد و مقطعش مثلا 30 در 30 استفاده میکنیم نامش هم آره ما خوب است که نام نام کم نامش باشه آره یعنی را 30 قسمت دی یعنی ارتفاعش 30 عرضش هم چند سی خود اگر طول عرض میگیم این سی در سی قسمت سی اون قسمت دو خب سی و رینفورسمنتش 30% مثلا 10% خب من تقریبا در حدود 4 میگیرم و از اینجا باز همون شماره 16 رو برای وسط ها و شماره 20 بر اطرافش انتخاب میکنم میگم دیزاین شد چک نشد و ایرم برای انتخاب میکنیم و سی در سی انتخاب شد خب قبلا اگر در کالم کلیک میکرده میره چیل در چیل است پالویزیک مین پایینت یا بالاتر بود سی درس وجود داره یعنی اینجا و یا پس اگر بخوایم چیل در چیل رسم کنیم این فرق داره خب بعدا در اساین میره که بعد خودم درزید میکنم اضافه میکنیم بعدا چرا پس همین چرا خب
برنامه را باز کرده بخاطر از اینکه بعدا ادامه استفاده میدن اساین میریم هر روز وقت ما زیاد میگیره تا جور. خب چیزایی کار نداریم پس بخاطر امتحان بود که رسم کردیم دلیت میکنیم اضافه ایجره باز هم در دیفاین میریم و فریم سیکشن خب وز است در قسمت کالمات دو دانه رسم اضافه کردیم و در بیم میریم حالا باز هم ریکتنگولر باز هم این بار بیم منو در بی که رسم میکنیم ما شما بی بی مثلا انتخاب میکنیم چون 40% بود حالا فرض میکنیم انتخاب میکنیم که اگر وایه ها زیاد باشد ایل از این ایل بر 16 ایل بر 21 22 متفاوت بدم حالا شاید یک بیمی که ما کار داشته باشیم ارتفاعش مثلا 60 سانتی عرضش نظر و قدر پایه انتخاب کردیم نه دیگه نظر و کلم 40 در حالا میگیرم 40 در مثلا 60 ارتفاعش 60 پس اینجا قیمتش ارتفاع رو میتونم 60 ارتفاعش و 40 برش نوی چی باشد؟ کانکریت باشد سیخ بندیش چی گونه باشد؟ حالا امون 5 فیت میگیم کارش 5 باشد سیخی که برای زی انتخاب میکنیم حالا باز همون سیخ در کورنر هست و مثلا 16 میگیرم و قطر دیگهش مثلا حالا 18 میگیریم یا 20 میگیرم انتخاب میگیرم اوکی میکنیم برش داد. خب ایرم اوکی میکنیم برای قسمت چیزی دیگه که سیکشن پراپرتیز هست که اینجا همون مشخصات مومنت ها چقدر هست بر ما کل مشخصات رو گفتن کراس سیکشن های شما همون 2400 یعنی ایف وای رو چقدر در نظر گرفتم ایف وای درست هم تمام مشخصاتش مثلا خب مومنتی که طرف چقدر مومنت برداشت کرده میدنه about در بخش سیومش هفتاد چند هزار نشته شده خب این مشخصات مکمل بودن قابل تغییر نیستن سید مودیفای هست که در اینی قسمت ما شما مودیفایر میتونیم ضریبی ترک خوردگی رو نظر بگیر خب در قسمت کراس سیکشن هست که در اونجا داشتیم ضریبی ترک خوردگی در قسمت کراس سیکشن ضریبی ترک خوردگی در قسمت شیار شیار در قسمت دوم گادر شیار در جهت سوم گادر که اونجا داشتیم ترژن یعنی پیچیش زمانی که ترژن جهت دو جهت سه جهت دو و جهت سه خیلی معلوم دارست یعنی جهت سه سی جهت دوی بالا در جهت سه چقدر ضریبی طرح خوردگی هست در جهت دو ضریبی طرح خوردگی چقدر هست اما بالاترین از این یک هست یک صد فیصد نیست طرح خوردگی نداره فعلا ولی ما ضریبی طرح خوردگی رو مثلا در این وزن مثلا 30% خلاص 0.3 0.3% داریم او نظر در کتاب ها هست شما مثلا دیگه ترژن زمانی که بار زلزله میه بالای پایه ها تنهایی نیست که او را مثلا شیار بالای زود تطبیق شد او چرخش مثلا ساختمان ها میگه او وزن ها متناظر باشد زمان وزن ها متناظر نباشد ترژن ایجاد میشه که باعث یک چیز که ما چرخش بدیم زودتر میدن میشه تا یکی او را قاط کنیم میدنش و ترژن زیادتر خب چی مقدار ضریبی ترک خوردگی برای زید نظر میگیریم حالا فرض میکنیم کل زنا من یک قید نمی کنم چون در کتاب زیاد است بسیار موضوعات زیاد وجود داره فرض می سفر شده پنج این ضریب های ترک خوردگی است که ما شما ولی فعلا از اینج ما برای ما گفته شده که از این قسمت زیاد خوب است که نگیریم اینو برای یک بگیریم و حالت خودش باشد نمیره ولی زمانی که اساین کردیم در قسمت اساین اینا رو برش بگیریم اساین او زمان خوب ترس میرسیم بریم خب این بود از این پس مقطع کالم بیمی که گرفتیم حالا در بیم معلوم بشه که بی یعنی بی 40/60 اگر ما بود اینجا کلیک میکنیم بی رو به مزید که بزنیم اونجا مه خب از داخل اون همه بی رو بزنیم برای دام باز هم یک مقطع دیگر برزی اضافه میکنیم باز هم رکتنگولر حالا مثلا ترقی بعدی که آمده باز هم رکتنگولر و این بار بی درست است نام شوال میتونم بی چون بالا مقطع تغییر دادیم سی ارتفاعش مثلا 40 یا ارتفاعش همون 60 میگیریم میتونم سی در 60 سی آره سی خب او رو نظر به مون دیزاین هر قدری که بوده و میتونم بگیرم
فقط من متنوع کار میکنم که بفهمم چطور است. اما چیزی که اونجا گفتم اینجا هم درش میکنم. آره معلوم شد. آره چل اینجا خب در قسمت برعکس شد. دیره چند میگیریم ما شما؟ سی میگیریم. قسمت سی هست نه؟ نگفته سی نه. و جهت سی و جهت دو. جهت دو چل. مرتفعش چل. عرضش. چون چرا یه رو سی گرفته؟ مقدر از اینکه طبقات بالا برعکس شده. نظر به چیزی که قیمت میتیم این رو چل بگیریم بالایش هم و پایینش رو سی میگیریم. خب حالا چی باشد؟ استیل نه کانکریت باشد، آدر رو نباشد کانکریت باشد. خب ایرم مقتعش اینجا قسمت ده شای شش نه چون سی هست چار میگیریم. سی هایش هم همون تقریبا دی شانزه و بیست دی سایزه سایز سی خار انتخاب میکنیم. میام دیزاین شا اوکی میکنیم. از اینجا هم اوکی میکنیم. این هم اوکی میکنیم. حالا زمانی که در بیم بریم اینجا بیمی چلی در شست هم وجود داره. بیمی سی در خب بی این بالای زیمه باشه. بی سی در چل. خب بی در بیم رسم میشه دیگه. فعلا ما شما در الوشن باید بریم. الوشن اوکی میکنیم در قسمت ها و ما از اینکه کلیک کنیم یک دانه زیر دل دیگه اینجا رسم میکنم خیلی اینجا آره یک جای رسم میکنم میبینیم نگاهی اینجا رسم میکنم و ایرم کلان میکنم مقتعش یک دانه دیگه را دیلیت کنیم که تا همی دیده شو این حال کلانش مقتعی که ما مقصیم رسم میکنیم یا خوب تر معلوم نمیشه در تیریدی باز خوب تر معلوم میشه. این اینجا آمده این را کلان میکنه چلی در خب باز کنم شون زنیم خب یه بود از اساین ها. خب میریم در قسمت بعد از این چیز دیگه ای که داریم اگر ما اینجا اضافه کردیم حالا این زمان میشه که در قسمت دوم من میخوایم می بیمی چله در شست دیمی اون موقع در کرتفای زیر شست گرفته تغییرات نیست پس تغییرات میرم مودفای میرم نامش هم تغییرات میرم فرض میکنم این تغییرات میرم میگم 50 باشن زیاد است 50 این از اینجا من تغییرات میرم میگم نه 40 نباشن 50 باشه این تغییرات نامش تغییرات میرین و سیخ بندی هاش تغییرات میرین هر کدامش تغییرات میارین در قسمت همی بیم ها ما این قسمت نرفتیم باید بیم انتخاب میکنیم خب این رو اوکی میکنیم حالا همی بیم را ببینیم بیم را من مودیفای میکنیم خوب است که اینال میرم در قسمت رینفورسمنت اینجا کالا هم انتخاب شده بگیر بیم انتخاب میکنیم اینه خب اینجا شد کانکریت کاور ریبا خب سنتر وسطش در قسمت بالا چند کاور داشته باشد در قسمت پایین چند کاور داشته باشد بالای کادر پایین کادر خب معمولا فرق داره خب این بود از این قسمت و اوورید آفر خب بگذار باشد بعدا من در باریزی خیلی چیز نمیخوام خب و این رو اوکی میکنیم خوب است که نزد قسمت همه رو بیم انتخاب کردیم این رو اوکی میکنیم این رو هم اوکی میکنیم باز و اینی قسمت بیم این رو چون فعلا به اساس کالم مشخصات انتخاب شده بود بیم رینفورسمنت و این بیم انتخاب میکنیم مشخصات بزن و این رو اوکی میکنیم و این رو اوکی میکنیم مقاطع ما بیم ها انتخاب شد حالا هر کدام از این رو نخواستم که نباشد این رو انتخاب میکنیم از اینجا دلیت میکنیم پاک میشه هر قدر که زیادتر خواستیم این هم ما شما چی کرده میتونیم دیلیت کردن میتونیم خب این بود از این دیگه ما در قسمت زمانی که اد میکنیم انواعی از نوعی از چی ما جنرال هم داریم اد جنرال بالای زی کلیک کنیم مشخصات زی هست خب فعلا بیشکل اما ما میخواییم سرکل ها کمال زیاد دیگه روش که حالا انواعی از اینا هست ما کم مورد استفاده داریم اما
یک مقطعی استیلی را که ما شما اضافه کنیم اد SSD سیکشن است که ایر چطور ما اضافه میکنیم استیل نه؟ آره استیل دیزاین سیکشن استیل هست و دیزاین میکنیم بالای زی کلیک میکنم یک زمان ما کار دارم و مثلا دبل انگل کار دارم شاید یک زمان خودم این مقاطعی که در بازار میست خودم ساخته شده اون مود دیزاین میکنم آیا میشه؟ بله میشه استیل خب کانکریت خود ساختیم اما استیل نامش نامش میدیم مثلا استیل ده اول خب باید از ایس بگیم ایس ایسیم خب نام میدیم برش چی نامی مثلا خب اول چی جور میکنیم مثلا اینجا باید هم نام استیل باشد خب آیا جنرال باشد در قسمت جنرال استیل سیکشن میگم مقاطع چی باشد عمومی باشد و چطور اضافه میکنیم؟ بله همومیش سیکشن دیزاینر در این قسمت خود ما جور میکنیم دوباره سیکشن دیزاینر کلیک میکنیم این یک صفحه باز میشه که ما شما در این قسمت هم مشخصات از چی رو دارم گراف داده بسید گراف داده حالا ما چی رسم میکنیم؟ دیگاه از این دمو صفحه تبس هست با مو مشخصات فعلا چیزی که ما در اینجا داریم اینه این قسمت مقاطع خواه هستند درا سلاید شیپ هستند خب سلاب اگر رسم کنیم به صورت سلاب آزاد اینه مو مثل از مو رسم کردن میدونم البته آغازش از کجا باشد؟ از وسط دبل کلیک کردن مقطع دلخواه مثل سلاب رسم آیا این رو کار داریم؟ نه خیلی کار نداریم خب این هم دلیت میکنم چی کار داریم؟ این مقطع آزاد است اما فعلا به صورت درا استرکچرال شیپ هست بالا از این کلیک کنن انواع از شیپ ها مثلا آی شکل ها اینجا کلیک کنن شکل مقطع میاید که کسی اینجا کلیک کنن اون مقطع آمد خب کدام نوازیر میخواین؟ باز هم قسمت کلیک میکنن نو دیگه فعلا میگمش هم کار ندارن فعلا دلیت میکنن دیگه نوازیر میخواین رسم کنن خب اینجا کلیک کنیم نوی سی شکل این را کار دارم وسط از کلیک کنه خودش میاد خودش رسم میشه این هم دلیت میکنیم خب و انواعی از این ها سرکل ها هست دایره شکل ها پایپ ها پایپ ها من این شکل میتونیم این را کلانش کنیم این مشخص ها. خب حالا مشخصات از این چطور میبینید بالای وسطش کلیک میکنیم راست کلیک میکنیم تمام مشخص وسط راست کلک وسطش آره میخواییم تغییرات بریم باید تغییرات میخواییم بریم وسط X سنتر اینجا داریم نه Y سنتر خب فعلا اینجا داریم Outer Dimension 60.1 قدر به اساس کیلوگرم سانتیمتر واحد دقیقا هم قسم واحد ها تمام چیزا این شکل تبز است که صفحه تبز خب آیا نظر به محور X چقدر فاصله داشته باشد طرف راست باشه طرف فعلا صفر است چون بالای زم صفر من میگم 12 طرف X حرکت کنه و مثلا یک 5 به بالای محور Y حرکت کنه و اونجا رسم شوامی آیا اوتر دیزاینرش 60 باشه؟ میگم نه 40 باشه و قسمت والش چقدر باشه؟ میگم که 2 باشه اوکیش حرکت کرد نسبت به وسط اما تقراراتی که ما خواستیم آمد اینه طرف راست حرکت کرد طرف راست او دانسته میگره بزنگ خب با کلک کردن بالای دان اینمی تطبیق میشه اون اونی شناخته هم میشه هر نامی که برای زود داده بریم فعلا نام ندادیم برای زی کلکش میکنیم میگیم نه برایش نام میتیم تنها ایس هسته چی میخواییم رسم کنیم مثلا میخواییم که دو انگل باشد دو ال میگیرم دو ال دول انگل رسم میکنم خب برای سیکشن حالا میخواییم امو چیزی که میخواییم رسم کنم میرم و ای را از این قسمت انتخاب کرده ای را انتخاب میکنم ای را دلیتش میکنم بذارم کنسل کنم باز هم ASD OK فریم سیکشن و قسمت ASD سیکشن حالا استیل باشد نه استیل باشد نام برش میتن میگرم که استیل دبل انگل دوه خب استیل جنرال میگرم سیکشن و از این قسمت حالا من مقطع خود ما انتخاب میکنیم ال ها کجا
این انتخاب کرده این می جهت بنا رسم میکنیم زمانی که رسم کرده این رسم میکنیم وسط چک کلیک میکنیم وسط چک کلیک راست چپ کلیک میکنیم چپ کلیک کردن خب این را میخواییم راست کلیک کنیم زمانی که بالای زیر راست کلیک کردیم تمام مشخصاتش هم یک قسمت هستم نامش تمام خب بالای زیر کلیک میکنیم نظر به محور اکس کجا رسم شد سر خب. مقطع راست کلیک میکنیم خب من میخواییم کنیمی نسبت اینا رو وسط زیر ببینین بالای زیر کلیک کنیم اینی قسمت مشخصات اینی طرف چند است؟ اکسش من کسیه نه وسطش بالای نقطه وسط اگر بایم کل چیز صفر است کل چیز صفر است پایین اگر بایم من اینجا اکسش صفر است وایش منفی 3.48 خب منفی 3.48 خب این را میخواییم که پس اینی قسمت چند است از لحاظ وای اینجا هم صفر ولی اینجا اکسش صفر من میخواییم که طرف راست حرکت کنه در نیو قسمت خب این رو بالایش کلیک میکنیم راست میگیم نظر به محور چی حرکت کنن محور این اکس است و محور وای است نظر به محور اکس حرکت کنن اون مو قیمت میتونم منفی 3.48 خود زیم اگه عرض داره او رو پیدا میکنیم اینی قسمت کلیک میکنیم منفی 3.48 اینینجا بالا اینینجا کلیک میکنیم 24.38 48 وسط اینجا سی است اینجا 24 پس 6 از محور اکس 6 تفاوت داره پس نصف 6 چقدر؟ 3 اونم در نظر میگیرم میخوام این طرف حرکت کنم تو دول انگل جور میکنم خب اینجا راست کلیک کرده اکس شما قدر قیمت میتونم میگم که حرکت سی یعنی سی اشاریه خب سی سی اضافه میکنم سی و سی اشار است 48 اکسش رو اوکی کنه حرکت کرد آمد این نظر خب حالا باز همه این بالا ایزی کلیک میکنه خب یک داره مثلا همه از یک پایپ رسم میکنه پایپ در وسط ازی کلیک میکنه پایپ رسم شد خب پایپ خیلی نمیشنه پس ما شما باید چیکار کنیم همه پایپ تقرات میرم بالا ایزی کلیک میکنیم خب پایپ میخوایم حرکت کنه به اون طرف برم خب اول وسطش صفر صفر است اما نصف از چی قدره بهم بالای پایپ ببینین این قسمت x 3.48 با صفر اینی طرف واقعا هم هست 3.48 پایپ پس ایرم امون قدر میخوایم اون طرف وای حرکت کنه بالا از کلیک میکنه بالای محور x به طرف منفی حرکت کنه پس میگیرم منفی 33.48 چلاش رو اوکی میکنه حرکت کرد ولی زیاد پیش رفت خب وسط از این قطعه خونه میشه که ما شما مثلا اگر یک زمان نیاز داشتیم که ایر به ای مثلا چه کنه میره وصل کنیم یا چه میگن اون را نزدیک بسازم توسط یار به هم چه میگنن توسط جوینت میکنم یا پیچ میکنم اگر پیچ بخواه مشکل نداره ولدنگ کنه یا اینمی گفت ولدنگ یادم نمی آمد اگر ولدنگ کنم دل آدم رو زدن آره اگر ولدنگ کنم خب باید اینمی رو کم کم کنم نه خب فعلا اگر توسط پیچ وصل کنیم خب مشکل و یک جوینت دیگه در وسط ازی باید یک مثلا یک آهن دیگه هم خوب باشد او رو مرسم کنیم پس مهم از قسمت انتخاب کرده حالا چی باشد؟ به شکل انتخاب کرده بالای زیر کلیک میکنیم این رسم شد خب بالای ایر خود رسم شد در وسط ولی ایر باید ما شما چرخش بدیم روتیشن ببینید این زاویش فلان میگیم 90 درجه ایر ما چی میکنه؟ چرخش میکنیم اوکیش میکنیم 90 درجه فکس در وسط افتاد و یه این مقطع را کار داریم بعد از اینکه این مقطع را کار داشتیم به مزی که اینا میگیم بله اینی میره کار داریم اوکیش میکنیم اینی میگه اضافه از اینجا اوکی میکنیم به نام دو است اسل اوکیش میکنم از اینجا بنام دو اسل اضافه شد ایرم بودم اس دوی خب حالا چی بود؟ بالا یک کلیک میکنم آه اینجا آمده یا نه اس رو بزن اس در اینجا اگر نبود اینجا بیا ببین که حتما هست اینا کلش اس هست اس ها من در اس بخش اس ببین اس اینجا کلیک میکنم خدا کجا رسم میکنم در جایی که میگذارم یک جایی دارم پاک کنیم در کجا رسم کنیم اینی را پا
الان میریم طبقه 4، این قسمت رو پاک میکنیم، دلیت میکنیم. این هم اینجاست. خب ایر آمده، ایر انتخاب کردن، رسمش میکنیم. پس اینی رو انتخاب کرده، دلیت میکنیم که هم کلان شد. خب پس این کارتون زاید میکنیم، این آمد. همه مقطعی که ما رسم کردیم، دیزاین کردیم، جور کردیم، آیا موتک چیز است؟ استیل اموتیو چیز جوش. این قسمت هم ببین، از بالایش هم اموتیو، این طرف انگل، وسطش هم یک پلیت و این طرفش هم یک پایپ. این تغرات را آورده تا نیستم با بالای زید کلیک میکنیم و این سفر هم این هم کنترل زید. این بودم از قسمت فریم سیکشن. بس از انجینر زد؟ زیاد میشه دیگه نه؟ خب من تغییرات های دیگه ایش که باز شما از اینجا ارنا و خواسته باشین میتونین تغییرات رو بیارید، مشکل نداره. سیستی باز اگر نشد پس بخیر ما هستیم. سیستی آسان است دیگه. او دو یک دا بخش دیزاین یاش سر شد که باز مقاومتش تو